بررسی که نشد برنامه های دیگه نذاشت تاریخ در گذشته علامه مجلسی 27 رمضان سال 1310 هجری قمری است در هیچ دوره از این 300 اندی سالی که از مرگ او گذشته خرافات مذهبی اینقدر گسترده مثل امروز در ایران نبوده بی تردید کتاب های مجلسی منبع مناسبی است برای حکومت روحانیت شیعه تا خرافات مذهبی رو شایع بکنه روحانیت شیعه چه نیازی به این خرافات داره اصولا این روحانیت کی به وجود آمد چرا به وجود آمد و چه مناسباتی با قدرت های مستبد حاکم داشته اینا موضوعی است که در ادامه برنامه امشب بهش خواهیم پرداخت بعضی از دوستان توصیه کردن این نکته بگم که وارد این موضوع ها نشیم و به گفته این دوستان به اعتقادات مردم کاری نداشته باشیم با این توسل به اعتقادات مردم کاری نداشته باشین میخوان وارد یک حوزه مهم فرهنگی و فکری و ایدئولوژی که حکومت نشیم ما نکم مکس کنیم با این موضوع چرا نباید در این چیزا صحبت بشه وقتی حکومت رسما و عملا حکومت شیعه است با رهبری مطلقه یک روحانی شیعه به عنوان حاکم بر جان و مال و ناموس مردم و حاکم بر اعتقادات مردم وقتی حکومت مذهبی تشیع رو عقیده برتر میدونه با تفسیر قرآنی که میکنه امت شیعه رو امت برتر میدونه و بر اساس فقه شیعه یعنی همین احادیث و روایاتی که علامه مجلسی و دیگران نوشتن قانون مجازات اسلامی تدوین میکنه و سرنوشت سیاسی اجتماعی و فرهنگی 77 میلیون آدم رو با همین شیعه تعیین میکنه وقتی حکومت رسما تبلیغ علامه مجلسی و شیخ مفید و توسی و محدثان دیگر میکنه عقاید و نوشته های اونا رو ترویج میکنه با این همه بودجه از بیت المال که به این کار اختصاص میده پس خب باید پذیرفت که یک هدف سیاسی، فرهنگی و حکومتی داره دنبال میشه گزارش کردن اینا که دیگه وظیفه ماست دیگه اعتقاد داشتن به علامه مجلسی یا اعتقاد نداشتن به حدیث و روایت عقیده شخصی من و شما نیست که اعتقاد داشتن یا نداشتن به ایدئولوژی حکومتی است که با توسل به همین علامه مجلسی و همسال هم خودش رو توضیح میده و توجیح میکنه وقتی همین احادیث و روایت هایی که اولین بار در کتاب های همین محدثان نوشته شده مبنا میشه برای اینکه میزان تقوای مردم به اصطلاح اندازه بشه و بر اساس همین به اصطلاح امتیاز اجتماعی بین مردم کشور تقسیم میشه یعنی شهروندان ممتاز معتقد به نظام و شهروندان درجه دو معتقد معترض به نظام به وجود بیاد بنابراین نه فقط به علامه مجلسی باید پرداخت که اصولا باید به کل روحانیت و بنیاد و باورهاش پرداخت و معلوم بشه ریشه های این حکومت در کجاست ببینید تو کشورهایی که با حکومت غیر دینی اداره میشه حق شهروندی برابر روشنه با چی تعیین میشه با رعایت قانون و پرداخت مالیات تو ایران حق شهروندی برابر نداریم همه چیز بر اساس معیارهای حکومت شیعه است که متصل است به همین احادیث و روایات یا به قول خودشون علوم نقلی مهمترین محدث شیعه مولا محمد باقر مجلسی است علامه مجلسی در سال 1307 هجری قمری در اصفهان متولد میشه در خانواده جدم در جد, جد شیعه و اهل دین سید مسلحدین مهدوی در کتاب زندگینامه علامه مجلسی از قول ایشون نوشته الحمدلله رب العالمین که بنده در سن چهار سالگی همه اینها را میدانستم یعنی خدا و نماز و بهشت و دوزخ و نماز شب میکردم در مسجد صفا و نماز صبح را به جماعت میکردم و اطفال را نصیحت میکردم به آیت و حدیث همه این کارا در سن چهار سالگی گی... اینطوری بودم بر حال آنچه از تاریخ صفوی و زندگی نامه هایی که از علامه مجلسی نوشتهاند برمیاد علامه مجلسی از طرفی مقبول دربار صفوی بوده و ملاباشی دربار و از طرف دیگه سعی میکرده فارغ از وارد شدن به سیاست و مخالف خانی سیاسی توصیه های دینی به حاکمان بکنه و بشین کارشو بکنه احادیث و روایت هایی که از 700 سال قبلش دست به دست گشته به صورت پراکنده ضبط میکنه ثبت میکنه هم عربی خوب میدونه و هم فارسی خانه و رسا و سلیسی داره مینویسه و سخن میگه این متاسفانه خوب نشون داده نمیشود بر صفحه تلویزیون این نمونه است از خط علامه مجلسی که بسیار زیباست علامه مجلسی احتمالا در دربار صفحه ترکیه هم میدونسته اما آثارش به هر حال به عربی و به فارسی است. کلی ترجمه داره از عربی به فارسی. باری در مقدمه کتاب 110 جلدی الانوار نوشته است در آغاز کار به مطالعه کتاب های معروف و متداول پرداختم و بعد از آن به کتاب های دیگری که در طی اعثار گذشته به علل مختلف متروک و محجور مانده بود رو آوردم هر جا که نسخه حدیثی بود سراغ گرفتم و به هر قیمتی که ممکن شد بهره برداری می کردم شرق و غرب را جویا گشتم تا نسخه های بسیار گردآوری نمودم ادامه میده در این کتاب پربار یعنی بهار الانوار قریب 3000 باب طی 48 کتاب علمی خواهید یافت که شامل هزاران حدیث است شما در این کتاب برای اولین بار با نام برخی از کتاب ها آشنا میشوید که سابقه علمی ندارن و طرح آن کاملا تازه است پس ای برادران دینی که ولایت امامان را در دل و ثنای آنان را بر زبان دارید به سوی این خان نعمت بشتابید و با اعتراف و یقین کتاب مرا دست به دست ببرید و با اعتماد کامل به آن چنگ بزنید خب یه همچین پروژه عظیمی بوجه حسابی میخواد آدمایی که براش کار کنن همه درباره دربار صفوی میکنه و او هم قدردان شاهان صفوی است می گفت حاکمان باید به شرایع دین پایبند باشند و چون صفوی مروج دین مبین می باشد قابل تقدیر است در دربار شاه سلیمان صفوی شد ملاباشی و عالی ترین مقام دینی کشور بسیار مجلل میزیست و از کسایی بود که برای مثال اجازه بدین عرض کنم از سید جزایری که هم عصر مجلسی بوده و با اون نزدیک بوده و میگن از نوادگان امام موسی کاظم از اون نقل میکنن که میگه حتی شلوار زنان خدمتکار و کنیزکان مجلسی از گرانبهاترین پارچه های کشمیری بود به حال این مکنت و ثروت به مجلسی چنان امکانی داد برای خدمت به تشیع که بی تردید اگر مجلسی نبود و کتابهاش اعتقادات شیعه امروز شاید طور دیگری بود به هر حال گفتم بی تردید بله بی تردید متفاوت بود اگر اگر کتاب های مجلسی نبود غیر از قوانینی که حکومت بر پایه کتاب های مجلسی تدوین کرده تو دل خود خانواده های مذهبی چقدر هلیت المتقین و بهار الانوار دست به دست میشه هلیت المتقین چهارده باب از آداب خوردن و پوشیدن هست تا خوابیدن و بیت الخلا رفتن و سفر کردن و غیره همه بر پایه حدیث و رو روایت علامه مجلسی در بعضی از کتابهاش احادیث رو تصحیح کرده اما در خیلی از کاراش مثل بهار این کارو نمیکنه ولی به جاش روایت های مختلف از یک حدیث رو میاره مثلا سه روایت میاره از یک حدیث تا فقط جمع کرده باشه اینا رو و فقها ها خودشون هر کدوم ما درست بدونن انتخاب بکنن که البته این از نظر پژوهشگران کار بسیار مهمی است که کرده است آقای مجلسی مثلا اجازه بدید اشاره بکنم درباره دجال چه میگه دجال من فقط اشاره کوتاهی بکنم که از واژه المسیح الدجال میاد 400 سال پیش از اسلام این مطرح بوده است اونطور که در تاریخ آمده به مفهوم ضد مسیح و میگن که این دجال در اورشلیم ادعای خدایی میکنه و سرانجام بعد از حکمرانی به مدت چه روز یا چهل سال به دست عیسی مسیح یا مهدی یا هر دوی آنها به هلاکت میرسه باری درباره دجال در کتاب بهار الانوار جلد سیزده صفحه 1076 در مبحث علام ظهور امام زمان آمده است دجال در یک قحطی سخت پیش از ظهور امام زمان و یا مقارن با آمدن او محل دقیق از اسفهان یا سجستان از قریه یهودیه ظهور می کند و بر اولاق سفید سوار است که یک گام اولاق دجال یک مایل راه است یعنی بیش از یک و نیم کیلومتر. از هر موی اولاق دجال نقمه ای به گوش می رسد و آن نقمه ها موجب جذب مردم سست و ناپرهیزکار به او می شود بیشتر پیروان او زناکاران و یهودیان و زنان و عربهای بیابانی و شرابخاران و بازیگران و نوازندگان هستند اینا هر دلیل داره نوشتنش از علامه مجلسی چون شراب خوانان و بازیگران و اینا که خب دلیلش این بود که مدام مجلسی به شاههای صفوی فشار می آورد که شراب خونه ها رو ببندن شراب نخورن مست نکنن خلاصه اسباب شادی و لهو و رو ممنوع کنن اینکه عرب های بیابانی رو گذاشته طرفدار دجال دلیلش اینه که در قاعدتا من فکر می‌کنم دلیلش اینه که در دوره شاه صفی عراق از ایران جدا میشه و خب این موضوع برای ملاباشی دربار دوسته تا شاه صفوی گرونه و او رو مخالف به هر حال عرب های جنگجو میکنه البته زمان محمد هم از پیامبر اسلام نقل است درباره دجال که مثلا دجال میاد و در همین بهار لمبار که دجال میاد و بعد عرب ها دنبالش میفتند و دجال همه جا میره بجز مکه که از قول پیغمبرم نقل است که زنان و عرب ها دنبالش میفتن بجز مکه مدینه و خومه این دو شهر که خدمتون دقیقا ارز میکنم که این سخنی که گفتم در بحار الانوال جلد 13 باب 29 ترجمه فارسی با نام مهدی معود صفحه محمد درباره دجال از قول پیامبر اسلام به هر حال ادامه رو من خدمتون بخونم از بحار الانوال درباره ظهور امام زمان دجال در یک دوره از مولا محمد باقر مجلسی دجال در یک دوره چهر روزه یا چهل ساله دنیا را پر از ظلم و جور و کفر می سازد و سرانجام به دست امام زمان نابود می شود به نقل از علی ابن عبی طالب دجال از مادر یهودی به دنیا آمده در وسط پیشانیش تنها یک چشم دارد که چون ستاره می درخشد و در پیشانی او نوشته شده او کافر است که هر شخص باسواد و بیسوادی می تواند آن را بخواند. غیر از این روایت و حدیث نقل هایی هم داره که عرض کردم نقل های دیگر هم میاره جداگانه از شیخ توسی که در همین بهارالاموال الانوال که اختلاف هایی داره با این روایت و با حدیثی از امام محمد باقر که باز اونم با اینا یه اختلاف هایی داره ولی به هر حال اصل یکیه یعنی حضور دجال الاغ سواری که امام زمان میکشدش و دنیا پر از عدل و داد میشه در جزئیات یه مقدار با هم اختلاف دارن این روایت ها هم میشه پایه و مایه توزیع مسائل مجتهدان شیعه برای اهل تقلید هم پایه و مایه هزینه های کلون و تبلیغات حکومتی برای محکم کردن اعتقادات مردم به این چیزا اون وقت که ظهور پیدا میکنن از کسانی که هم بد و ظهور آقا از آسمان تشریف میارن ای سبل مریم هستن که بیعت با میکنن و تمام اون 313 نفر کجا <applause> کنار میارن آها حضرت عیسی مسیح هم کنار کنره... کنار کعبه تشریف میارن ببینید از معراج که برمیاد حضرت عیسی هم کنار کعبه اونجا ملاقات دارن که به هم از میان به ملحق میشن به شروع شده دیگه کار ایشون چون قبلش روز قبلش ما به سور ناشناس داخل کعبه میشه صبح روز زهول در باز میکنه بید. الله بل, تمام الله. 313 تا هم شبون خدا دور کعبه جمع کردن نمیشناسن هم دیگه به چون از جاهای مختلف دنیا اومدن خودشون هم خبر ندارن فردا خلال... اون روز. بل آقا میان حتی وسایل نظامی اون زمان هم از آسمان به اسمشون میاد و کارها از اونجا شروع میشه رسانه ملی به اصطلاح چقدر این برنامه ها داره؟ مهمان این بخش برنامه آقای دکتر بهرام چوبینه هستند جامعه شناس نویسنده و پژوهشگر دین و تاریخ اجتماعی ایران از دکتر بهرام چوبینه کتاب های متعددی در این زمینه ها منتشر شده از جمله کتاب چند جلدی تشیع و سیاست در ایران آقای چوبینه درود بر شما خوش آمدید به این برنامه صفحه آخر منم به شما جناب فلاحتی درود میفرستم و به همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا در سراسر جهان به خصوص در میهن عزیزمان ایران آقای دکتر اه، یک مقدمه بنده عرض کردم مهمترین پرسش این است که وقتی بخوایم به روحانیت فکر بکنیم که اصولا روحانیت شیعه از کجا آمد من بخش آخر سوال شما رو نشنیدم ولی گمان می کنم که شما سوال کردید که اصولا روحانیت چی از کجا میادش ایران همونقدر که برای ما معلوم هست و همه می دانیم به حال مورد حجوم و حمله تازیان قرار گرفت به ایران شکست خورد و کشور ما یک کشور مسلمان شد اسلام در ایران به سرعت پا نگرفت تعداد زیادی از مردم ایران ساکنین ایران کشته شدند در این جنگ هایی که تهاجمی انجام گرفته بود و بسیار خونین بود این جنگ ها عرب بی نهایت خونریز بودند و بی نهایت در قتل و قارت کارهای بسیار زنندهی کردند تاریخ ما پر از شواهد و اسناد متعددی هستش به حال ایران و ایرانیان طبق مستندات تاریخی و تحقیق علمای تاریخ در ایران و در خارج از ایران تبدیل شد به یک کشور اسلامی ولی بیش از دیویس سال ایرانی ها باید بگیم مقاومت کردن در پذیرفتن اسلام من یک مثال میارم که شاید کمک بکنه به ما و اون این هستش که مثلا شهر سمنان تا عواست دوران صفویه هنوز کشور یک شهری بودش که مزدکیها ها و غیره درش زندگی میکردن و با آمدن اسماعیل به ایران و قزل باشان و تشکیل کشور شیعی در ایران هنوز هم سنی باقی مانده بودن یعنی منظورم این است که با آمدن یک عقیده و یورش دیگران بود. به کشور ما مردم ایران به سرعت اون عقاید را نمیپذیرفتن ایران 900 سال یک کشور سنی مذهب بود مردم ایران یا به یکی از عقاید سنی همبلی مالکی شافعی و یا ما و غیره و حنفی اعتقاد باور داشتن ایران مردم ایران مقدار تعداد زیادی از مردم ایران با حجوم تازیان به, ایران از ایران فرار کردند به طرف هندوستان رفتن و تا سرزمین های چین ایرانی ها مهاجرت کردند و زندگی را در دوردست ایران آغاز کردند برخی از این مهاجرین و فراریان حتی به سواحل شرقی آفریقا رسیدن که این زبان معروف سواحلی از داده های مردم ایران هستش در این کشورهای ساحل شرقی آفریقا پس ایران یک کشور سنی بود تعدادی از فقهای سنی و مسلمانان سنی که وارد و دانشمندان سنی که در ایران بودند اینها در مسائل تحقیق و مسائل فقه مسائل ادبی در مسائل شرع اسلام تفاصیل بسیار مفصلی نوشتند بی, بی نهایت هم در جهان اسلام هنوز هم مشهور است و سنیان هنوز هم به آن مراجعه میکنند و تدریس میکنند در مدارس خودشون در خارج از ایران به خصوص در اه اه کشورهای عربی مصر سوریه و شمال آفریقا به حال ایران یک کشور سنی بود و اقلیت شیعه دخالت بسیار ناچیزی در وقایع سیاسی تاریخی و ادبی و دینی ایران داشت ما میدانیم که در ایران اتحادی های مختلفی ایجاد شد برای رسیدن به قدرت با عنوان دین با به, به, کار گرفتن های دینی با یک روبنای دینی مثل اتحادیه سلجوق یا سلجوقیان که برای کمک به خلیفه عباسی لشکرکشی کرد و سراسر ایران رو تسخیر کرد و رفت به, به مرکز خلافت این جابجا شدن قبایل مختلف ترک در این اتحادیه سلجوق به خروج اینها از نواهی ترکنشین و به سکونت کردن اینها در دیار بکر در سوریه در شمال عراق در قسمت غربی ایران و در شمال ایران تا بری نزدیکای ترابوزان باید گفتش که سبب شد که یک جابجایی قبیله‌ای در این نواحی انجام بگیره من به سرعت دارم مسائل رو بیان می کنم برای که باید برسیم شتاب زده به قضیه روحانیت شیعه در ایران اندیشه های مختلفی مثل زیدیان مثل علویان مثل باباییه جنبش بکتاشیه جنبش حروفیه اه، جنبش اه، 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 مشعشعیان مثل مشعشعیان و غیره و اینها همه نوربخشیه همه اینها با اندیشه های اسلامی صوفیانه سعی کردند با همین گونه قبایل و تشکیل این گونه اتحادی به قدرت برسند ولی نتوانستند و پیروز نشدند و فائق نشدند به مشکلات در سال 906 هجری یک اتحادیه در ارزنجان ایجاد شد به نام اتحادیه قزل باشن رهبر این اتحادیه رو در حقیقت رهبری این اتحادیه رو در حقیقت شیوخ و رؤسای دوازده قبیلی ترک به داشتند بزرگترین قبیلی که در این اتحادیه شرکت داشت استاجلوها بودند روملوها بودند و شاملوها بودن شاملوها طرفدار شیخ صفی بودند، از طرفداران مکتب شیخ صفی صوفی معروف بودن که سنی مذهب بود و شافی مذهب برخی هم میگن هنفی مذهب بود. ولی مهم یک چیز هست که اصولا شیعی نبود تمام خانواده اسماعیل که قرار بود او رو به رهبری معنوی خودشون برگزینند در گذشته سنی مذهب بود. در سال 906 هجری به حال اتادیه قزل باشان هجوم خودش رو به طرف آذربایجان آغاز کرد و با کشدار فراوان به آذربایجان رسید و در تبریز وارد شد کشدار زیادی کردن از مردم تبریز و با ورود اونها و کشدار مردم برای اینکه مردم رو به تشیع اون هم شیعه قالیانه مجبور میکردند و تبرائیان و قزلباشان در کوچه و بازار میگشتند و لعن سه خلیفه اولیه اسلام میکردند لعنت میکردند بر ابو بکر بر عمر و عثمان و جالب توجه این که چهارمین نفر آیشه زن محبوب پیغمبر بود در تمام آثار شیعی دوران صفویه هر جا که لعن بر این خلفای سلاسه میشه نام آیشه هم برده میشه حتی کتاب هایی در دوران صفوی و در قران قاجاریه نوشته شده که نسبت های ناشایز و حتی روسبیگری به آیشی شاه اسماعیل پس از تسخیر آذربایجان به دیگر نقاط ایران حمله کرد در همه جا کشتار کرد فراموش نکنید مردم قوم سنی بودند و حتی با به علیه اسماعیل جنگی و کشتار سختی در قوم از قومیان شد در اصفهان همچنین در شیراز دست میبودی فازن میبودی رو در, یزد اینها سر بریدند برای اینکه حاضر نشد شیعه رو قبول بکنه تشیع رو قبول بکنه و پایدار و وفادار به سنیگری ماند خیلی از علمای شیعه فرار کردند مثل شیخ الاسلام دوانی به طرف امپراتوری عثمانی رفت خیلی از علمای شیعه مثل اه اه شیخ الاسلام امینی به طرف تاجیکستان و اینها رفتن آقای دکتر آقای دکتر من فقط وقت و خدمتتون عرض بکنم برای اینکه همین بحث بسیار مهمی که دارید ادامه میدید و بتونید جمعش بکنید کمتر از پنج دقیقه وقت داریم خواهش کنم بفرمایید آقای دادی بین من عجله کنم به حال در زمان اسماعیل طبق مستندات احسن التواریخ تاریخ مستدل و مستند دو دوره صفویه در ایران هیچ گونه کتاب شیعی وجود نداشت و در به در دنبال یک ملای شیعی میگشتند با مرگ اسماعیل قزلباشان به به دنبال شاه طهماسب رفتن و شاه طهماسب با مشورت رؤسای قبایل مجبور شدند که تعدادی از ملایان قالی دو جبل عامل و کرک لبنان و بحرین بسرق و نجف رو وارد ایران کنند اون روحانیون روحانیونی بودن که رو اون روحانیون روحانیونی بودن که فرار کرده بودن از ترس کشتن توسط شاه اسماعیل یا چی نه اونها ماندن در کشورهای نشین ماندن و علیه شیعیگری کتاب نمیشه مثل دوانی مثل آلمارای امینی و دیگران ماندن و بر نگشتن به ایران برای که وحشت داشتن اینها کتاب های زیادی نوشتند علیه شیعیگری و بر نگشتن به ایران ولی آنچه که مهم هستش اینها همگی عرب بودند و اصلا از ایران فرار نکرده بلکه اینها ساکن این نواهی بودند که زبان عربی میدونستن و فارسی نمیدونستن ولی از اونجایی که ایران احتیاج به ملا و آخون داشت و کسانی که, که اینها وارد ایران بشن مردم ایران رو به شیعگری به صلاح تعلیم بدن برای که ایرانی هیچ گونه آگاهی از فقه شیعه و عقاید شیعی نداشتند من برای شما گفتم که مستندات تاریخی نشان میدن که حتی در زمان اسماعیل یک کتاب شیعی پیدا نمیشد و خود مولا محمد باقر مجلسی شی خود علامه مجلسی چی خود علامه مجلسی از خارج وارد شده بود یا در ایران بود چون در اصفهان متولد شده بود دیگه مولا بله باید گفتش که تمام از زمان از عبدال کرکی که به گفتی به خواهش تماسه وارد ایران شد و ملاباشی دربار شد در حقیقت همون مطالبی که شما فرمودید در مقام حتی شاه تماسه به عبدال کرکی گفت که شما به سلطنت لایقتر هستید تا خود من من از شما تمکین میکنم و به شما از شما فرمان میبرم شاه تماسه به سراسر ایران لواهی فرستاد و امریه های فرستاد برای همه والیان که تمام دستورات عبدال رو قبول بکنن و تمکین بکنن عبدال تعداد زیادی ملای عرب لبنانی جبل آملی و کرکی بحثی و غیر مثل سید دیج مثل جزائری ها و غیره و این ها وارد ایران شدند آنچه که مهم هستش در طول زمان شاه تا حسین صفوی یا بگیم شاه سلطان حسین صفوی تمام اختیارات و بزرگترین مقام روحانی در همه قذایا گیری در قضا، مدرسه مسجد وقت تعلیم و تربیت حتی در ساختن قنات و چاه و اینها ملاها دخالت داشتن و تصمیم گیری میکردن خب دکتر به سرعت دارم دکتر چوبینه وقت ما متاسفانه اینجا تموم میشه من در اینجا این قسمت نتیجه گیری میکنم از صحبت های شما که در واقع اعتقاد عمیق شاهان صفوی بود که این اختیار رو داد به ملاها به گفته شما که در همه امور دنیوی در واقع تصمیم بگیرن همه دوره امور مملکتی تصمیم بگیرند و تصمیم گرفتند و بعدها این گسترش پیدا کرد و پیش رفت در باره چگونگی انجام این کار بعد از دوره صفحه بی تا اینجا که بحث کردیم در واقع از داخل دوره صفحه بی به بعد باید در برنامه دیگه با دکتر بهرام چوبینه باز بنشینیم آی دکتر در اینجا بنده با شما ناگزیر خداحافظی می کنم شبتون بخیر در آلمان خب پرده آخر به خدا من اگه جایی اروپایی بودم و کشیش های مسیحی در اروپا و آمریکا مجسمه عمر و ابوبکر و عثمان و معاویه رو طلا می گرفتن و بر سردر ورودی اروپا می زدن. چرا؟ چون این چهار نفر بودن که به داد مسیحیت رسیدن و نگذاشتن که اسلام علوی و محمدی وارد اروپا بشه اگر این چهار نفر نیمده بودن این زحمت رو برای بشریت درست نکرده بودن و اشکال نکرده بودن الان ما یک دونه یهودی و مسیحی نداشتیم ما یک دونه زرتشتی نداشتیم ما یک دونه منحرف نداشتیم حیف که نگذاشتن اهل بیت کار کن. شب و روز خوش